گرد زدم قشنگ گرد بد زدم. کبابم خیلی خوشمزه. امروز روز من نیست. بهشون کردم که وسط آشپزخونه اینجا میکره که من همونجا زدم زیر گریه. من تا حالا خط چش نکشیدم. تلایی بعد نزم باز شو. 1, 2, 3 Fuck it. اسم من آیده و خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه با من. امروز قراره یه ویدیو Get Ready With Me بگیرم برای اینکه میخوام برم تولد دوستم، بعد با هم حاضر شیم بریم. ولی الان ساعت تقریبا سب کنیم الان دقیقا ساعت 10:30 صبح و قراره امروز من غذا درست کنم. جای ما همینجوری براشون غذا درست کردم برای خانواده هاست فامیلیم و اینجوری بودن که اوکی، ولی چرا یه بار هم غذا ایرانی درست نمیکنم؟ اینجوری بودن خواهر من نودلتو بخور، غذا ایرانی اونقدرم راحت نیست. ولی بعد کلی مثلا چیز میدونا که بگردیم تو یوتیوب خودمون درست کنیم، میخواستن چیزای عجیب غریب درست کنم، گفتم لازم نکرد خودم براتون درست میکنم. و بهشون یه لیست دادم رفتن خرید کردن و اینا. امروز این قرار درست کنم قبل رفتنم، ولی گفتم اول غذا رو درست کنم بعد دوش بگیرم، چون که نمیخوام بوی غذا بگیرم. فکت راجع به من اینه که من از آشپزی خوشم نمیاد و اصلا اونقدر بلد نیستم، ولی کباب قبلا درست کردم، کباب برنج و اینا رو بلدم، ولی به خودم اعتماد ندارم. باز اینا من سر صدا کنم. به هر حال الان میریم غذا درست میکنیم و بعدش Get Ready With Me داریم و کلی براتون میخوام از شیلی حرف بزنم. We interrupt this program to bring you a special report. گرد زدم قشنگ گرد بد زدم. ساعت الان دقیقا 3 غذا رو خوردیم تموم شد، ولی اصلا به خیر نگذشت. گرد زدم و الان نمیتونم توضیح بدم. بزنم برم همون میام بعد قشنگ براتون توضیح میدم. خیلی بده. هلو. انرژی صحبت کردن رو تو خودم نمیبینم، اصلا نمیدونم ویدیو رو بگیرم یا نه. الان ساعت 4:10 است. اوبر من ساعت 5:40 میاد. بعد حاضر شم تا اون موقع. مرطوب کننده زدم ولی یکم ضد آفتابم میزنم، چون که هنوز بیرون روشنه و من پامو بدون ضد آفتاب این در بیرون نمیذارم. به خاطر نور بدنم متاسفم، ولی من اینجا واقعا هیچ امکاناتی ندارم و جای دیگه هم که گوشی رو میخوام بذارم هم ندارم. خب دوستان من، قبل اینکه فاجعه رو براتون تعریف کنم الان بگم برای چی میخوایم آماده شیم. چرا تولد قرمز مشکیه و من نمیدونم. چرا یه نفر که خودشم با ما، خودشم اکسچنج استودنت اینجا، تم میده برای تولد وقتی که میدونه ما مثلا لباسای محدودی با خودمون آوردیم، الان دسترسی به کمد لباسمون تو خونه نداریم. البته اگه دسترسی هم داشتیم که من لباس قرمز نداشتم، ولی مشکل اینجاییه که تو این 2 هفته هم که دعوتمون کرد من لباس قرمز پیدا نکردم. حقیقتا هم نمیخوام چیزی بخرم چون چمدونم جا نداره، واقعا احساس میکنم قرار بهم اضافه بار بخوره. حالا این فقط مشکل من نبوده، خودش هم میدونه، گفت میتونی مثلا فقط مشکی بپوشین. ولی من میخوام یکم آرایش قرمز تورم بکنم که دیگه حالا یکم تمش رعایت شده باشه دیگه. فکرم اول از همه ناخونم رو قرمز کنم، یعنی لاک بزنم. و فان فکت، تو مدرسه ما لاک قرمز ممنوعه، تو باید فردا دوباره پاکش کنم. بیاین اتفاقی که افتاد براتون تعریف کنم. مثلا قرار نبود این ویدیو استوری تایم شه، ولی دیگه بیاین تعریف کنم دیگه. من تو لاک زدن اصلا خوب نیستم، بخاطر مثلا 100% تمرکزم احتیاج دارم برای اینکه این عذاب در بیاد، انگار دروازه رنگ کردم. اتفاقی که افتاد این بود که من اومدم برنجم درست کنم. من توی آلمان همیشه برنجمو اینجوری درست میکنم که آب کشش نمیکنم، فقط آب میریزم بپزه، حالا تریگ و اینا هم خودش تریگ برنج میشه. و دیشب زنگ زدم به مامانم، اینجوری بودم که اوکی من اگه بخوام تریگ درست کنم بعد چیکار کنم؟ اینجوری بود بعد آب کشی کنی و برام یه دور توضیح داد و من اینجوری بودم اوکی دیگه آب کش میکنم، کاری نداره. حالا اینکه این دوستان ما آبکش نداشتم و من با 1000 بدبختی برنج اینجوری توی یه توری کوچولو میریختم، کم کم با قاشق اینا آبشو خالی کردم اینا یه طرف، بعد من فکر کردم آبشو خالی میکنی بعد دوباره آب میریزی. اگه فکر میکنن قسمت بعد ماجرا خراب کردن برنجم بوده، نه نه سخت در اشتباهی. من این برنج رو با تریگ سیب زمینی گذاشتم بپزه، خیلی عالی شیک مجلسی. آقا من هرچی وایسادم این آبش تموم نمیشد. من زنگ زدم مامان
سر کار بود جواب نداد، زنگ زدم یه نفر دیگه اینجوری بودم که من اینو چیکار کنم، اینجوری بود نون بذار توش، نون آبو میکشه برنجتو بپز. من اینجوری بودم اوکی عالی، نونو گذاشتم رفتم از خودم یه طرف نشستم، خیلی شیک و مجلسی منتظر بودم نون آبو به خودش بگیره، یهو دیدم بوی سوخته داره میاد و من اینجوری بودم توی این مدت هم داشتم گوشتمو درست میکردم چون کباب تابه‌ای درست کردم، کبابم خیلی خوشمزه. روز من نیست امروز، روز من نیست حقیقتا. آستون الان توی دستشویه و من تست پام نیست برم بردارمش. انیویز برنجم سوخ، من رفتم برش داشتم و دورور رو نگاه کردم اینجور بودم خب هیچ جایی نیست من اینو بذارم. انیویز داشتم گند میزدم تو گذاشتم لکام خوشه، بعد بیام ادامه ای داستان رو تعریف کنم. کجا بودیم؟ آره برنج رو همجوری از روی گاز برداشتم و اینجوری بودم که من رو کجا برم، هیچ خالی نیست برنج رو بذارم و اوپن اینا معمولا اینجوریه که تو میتونی همجوری چیزا داغو بذاری روش و خراب نمیشه. و اینجوری بودم اوکی الان اینو میذارم اونجا، فقط فکر کنم یه چیزی رو اوپن بود که میخواستم بذارم توی یخچال برای اینکه جا خالی شه برای اینکه اینو بذارم و در یخچال رو کردم برای اینکه آماده باشه وقتی میخوام اونو بردارم مثلا سریع بذارم توی یخچال. I don't know my logic. واقعا نمیدونم چه فکری پیش خودم کردم. مثلا من معمولا فقط به همینجا کانسیلر میذارم چون قرمز میشه، ولی امروز دیگه میخوام خیلی خوشگل شم اینجا رو میذارم. حالا اینا به کنار، من نمیدونم با چه لاجیکی پیش خودم فکر کردم که الان میتونم پلوی شفتمو که اتفاقا یه عالمم هست و قابلمه سنگینه رو یه دستی بگیرم وقتی که داغه. در یخچال اومدم با این دستم با کنم و با همین اینجوری رفتم پایین، یعنی اگه ولش میکردم که وسط آشپزخونه اینجوری میترکید باش، ولی رفتم پایین و یهو گذاشتمش زمین. همینقدر که از حجم کانسیلرم دیدین، من کانسیلر رو به جای فاوندیشن استفاده میکنم و کلا دیگه فاوندیشن به پوستم نمیزنم، فقط همین الان احساس میکنم چون که سیاه شدم پوستم خیلی تیره شده، این برام خیلی زیاد بود، بخاطر همین شد اینجوری کم کانتور کنم که بالانس ایجاد شه، ولی در اصلا معمولا کانتور نمی کنم بخاطر میترسم خراب شه. راستش خیلی هم دیگه وقت ندارم، اون طرف چند دقیقه دیگه میاد و من همچنان نشستم لکام خوشه. چیزی که ماجرا رو انقدر بد میکنه اینه که زمین اینا از پلاستیکه، یعنی کلا یه لایه پلاستیک روی زمین هست، یعنی جنس زمین ها ولی نمیدونم چی بهش میگن، کلفته ولی جنسش پلاستیکیه. چی گفتم؟ کلیت حرفم اینه که زمینشون با گرما ریاکشن نشون میده و من الان قابلمه داغو گذاشتم رو زمین. حالا دستم اون موقع سوخت و اینجور بودم که اوکی من الان میرم ببینم دستم چی شده، بعد میام قابلمه رو نجات میدم. من اومدم فکر کنم مثلا تا من دستم زیر شیر آب بگیرم و دوباره برگردم یه دقیقه هم نشد، شاید مثلا چند ثانیه شد و من دوباره برگشتم اومدم رو بلند کارم، نه بلند نمیشه چسبیده به زمین، من همونجا زدم زیر گریه. من اینجوری بودم که یعنی چی این بلند نمیشه، من هم چی بگم به اینا، بگم جلوی مثلا در یخچالتون من قابلمه رو گذاشتم زمین و الان کنده نمیشه، با زمین داره کنده میشه، اینجوری قابلمه رو میآوردم بالا اینجوری زمینم باهاش یکم میومد بالا. هیچ دیگه دوستان، منتظر موندم تا اون خنک شه و برش داشتم و الان یه دونه دایره خیلی بزرگ سیاه، قبلا بزرگشون هم برداشته بودم که مثلا تریگم زیاد شه، یه دایره بزرگ سیاه رو زمین سوخته. کانتور دماغ خیلی چیز نیستم ولی بزنیم دیگه، مطمئن نیستم. جوری میگن که از زیر ابرو بیار. بچه اگر به امید یاد گرفتن آرایش داری نگاه میکنی، من چی بلد نیستم و تازه به آینه هم خیلی دوره، یه جوری تیره شدم دارم و کانتورم هم رنگ میشم which is cool. ولی الان برگردم آلمان، اونجا هم تابستونه، اونجا هم قرار یه دور دیگه تیره شم و ببینیم آخر تابستون من زغال عذاب در میام. بچه من اینجا روژگونه ندارم، خب بعد از یه دونه سایه صورتی استفاده میکنم و اینو از چیزی که تو آلمان دارم خیلی بیشتر دوست دارم، رنگش پرفکته. همیشه اینجا رو میذارم با روی دماغم و یه ذره برای اینکه اینجوری حالت آفتاب سوختگی بگیره. اون موقع هم که این همه اتفاق افتاد من خونه تنها بودم و بعدش خانوادم اومدن هاست فامیلیم و اینجوری بودن که اوکی ناراحت نباش حالا اینا یه کاریش میکنیم. ناراحت نباشم که دیگه زدم خسارت وارد کردم دیگه، از وجدان چیکار کنم. خلاصه که خیلی خوب برخورد کردن و غذامم در نهایت اونقدر بد نشد. شده هایلایترم، یعنی کبابم که اصلا بد نشد دیگه، از خودم تعریف کنم یکم
این همه برنج گفتن، اما درسته برنج هم آب کش کردم، هم دوباره توش آب ریختم، ولی کبابم خوشمزه شد. خدایی خوب چیزی از آب در اومد. من الان این پلتمو دارم، این سایش قرمز، احتمالاً همینو بزنم. و اینکه چند وقت پیشم خطکشش گرفتم، دو سه روز پیش، و اینم میخوام امتحان کنم. سو بله بایی من تا حالا خط چش نکشیدم. اگه گند بخوره واقعا نمیدونم بعد چیکار کنم، ولی ایدم اینه که اینو یکم اینجا زیر چشم بزنم تا من خودم میاد زیر چششون آدم سایه میزنم با یه ذره این بالای چشم، بعد بقیهشو شاین بزنم یه همچین حالتی، بعد بقیهشو شاین بزنم، یعنی یه خط فقط باشه. البته تولد من همشون با آرایش های آنچنانی اومده بودم، بخاطر همین فکر میکنم آدما شیلی روشون اثر گذاشته. شما تولد میگیریم معمولا شیلی ها رو دعوت نمیکنیم، فقط خودمون آلمانیاییم. من مثلا فکر کردم اول تولدی که رفتیم اینجوری بودم که با همون رسم و رسوم آلمان میریم دیگه، ولی دیدم نه، شیلی روشون تاثیر گذاشته، آرایش میکنن، دامن میپوشن. یه فان فکت راجع به تولدهای آلمان اینه که با همون لباسای مدرسه مثلا معمولا میرن تولد. و من همیشه اینجوری بودم که خب چرا یکم تولد داری میری؟ شاید یکی از اصلی ترین دلیلاش هم اینه که اینا تولدشون شبیه تولدهای ما نیست. معمولا مثلا تولد میگیرن میگن بیا بریم بولینگ مثلا، یا تولدم بیا بریم نمیدونم یه کاری میکنن، فقط تو خونه نمیشینن. و اگر تو خونه باشن مثلا رقص و اینا ندارن، به خاطر همین همه همون لباس راحتی ها شروع میپوشن. ولی اینجا دیگه همه شیلی ها فرهنگشون رو به اینا یاد دادن. خوشگل چه دوستش دارم. مشکل من یکی دوتا نیست امروزا. یه مشکل دیگه هم هست اینه که من روژ قرمز دارم ولی با خودم نبردم. اون روز که داشتم وسیله آرایش جمع میکردم برای شیلی، اینجا بودم اونجا میخواد این درس بخونی؟ چه خبر روژ قرمز واسه چیه؟ یعنی قشنگ یه نازم چیز تو سرم داشتم، جوردم که روژ قرمز واسه چیه؟ این تاثیر مخرب مدرسه های ایرانی ها بچه ها. هر چقدر بیرون زندگی کنین این این ضررهایی که به روانتون زده درست نمیشه. خلاصه که شاینم هم اینو دارم، این پلتو دارم، فکر کنم شاین خالی بزنم اینو بزنم. دیشنگ شد. نیم ساعت نیم ساعت بیشتر وقت ندارم. دوست دارم این شاینو شکم حالت طلایی توش دارم. خب حالا من نمیدونم ترتیبشه چون هیچ وقت خط چشم نمیزنم. اول خط چشم میزنم یا ریمل، چون امروز میخوام دیگه سنگ تموم بزنم بر دختر دیگه. من خط چشم اینه که اینجوری یه سر مثلثی داره برای کسایی که واقعا بلد نیستن. فکر کنم فقط اینجوری صاف بگیرم بکشم. اینم ریدم. خب این چیه الان؟ بسه این برو بسه کشم. من خطشش نکشم واقعا سنگین تر. خب دوستان من برم اینو پاک کنم، این فاجعه که این بالا زنم رو برم بگردم. یک شانس دیگه من به شما میدم، سر سه گوشتم به درد 2000 نخورد. چرا این اینجوریه؟ بچه به خدا مشکل از اینه ها؟ نشد که نمیکشم. آخرین شانسته، خودتو بهم ثابت کن. گیر شد. بچه ها این رو به بالا شد. میخواستم این سوغاتی بگیرم برای مامانم هم ببرم، ولی مثلا که به درد نمیخوره. خب شبیه دیگه از دور آدم حالا شبیه بابا. راستی من فرموژه اینا هم ندارم، نمیزنم چون ازش میترسم. شاید اصلا هم ویدیوی آرایشی من بگیرم هیچ وقت عمرم، ولی الان دارم میگیرم. خب بچه من روش قرمز ندارم، یه هکی رو تو تیک تاک دیدم، بذاریم ببینیم جواب میده یا نه. اول اصلا میگه لباتون یکم مرطوب کنین. من اینجا بالملب صورتی دارم، خوش این رنگه ولی میزنی پر رنگ میشه. اینم خوبه، اون تم تولدش زیگه هست. بچه این از مارک ای او اس. خب بعد انقدر شیرینه، انقدر شیرینه، اگه دوست دارین میتونین استفاده کنین. تبلیغ هم نیست بچه ها.
بعد میگه که اینجوری دستتون رو بزنید تو سایه، اینجوری بزنید به دلتون. چقدر حرف زدن اینجوری سخته. این کار انقدر جوابه که یعنی دیگه هیچ وقت تو زندگیتون احتیاج ندارین رژ لب بخرین اگه همچین پالتی دارین. قشنگ شد. الان دیگه میرم موهامو خوش کنم، بعدش میبینیم خودتون منشون. رفتم آلمانم بهتون یاد بودم چجوری سشوار جایگزین اتومبیل کنیم برای اینکه موتور صاف شه. و در حال حاضر سشوار خوبم با هم نیست، فقط سشوار چون دارم بخاطر مجبورم مامو اتو کنم برای اینکه صاف شه. اینکه اینجا هم هوا بد شرشه، یعنی توی وینیا مثل هوای رش میمونه، موهای من خیلی بد میشن، بخاطر همین اتو میکشم. خب به من یه دونه اینجوری هیت سشوتس میزنم، اسمش اینجا میزنم، یه بار توضیح دادم توی یکی از ویدیو. اونی که تو اون ویدیویی که توضیح دادم خریدم اون خیلی خوب نبود. خب لینک ویدیو یا این بالا یا این بالا هست، هم این بالا، نه این بالا. اونی که خریدم اینجا فوم تور بود، مثلا اسپری نبود، بعد یکم موهاتو چسبونکی میکرد، دوست نداشتم. یکی مال مارک شوارتزکوپف خیلی بهتره. بندازم باز شو باید من ببرم مسواکم بزنم بعدم میبینم ایتون. کتسه کنسو بیتو لوس لسن پش پش. آره بچه ها، خواستم دیگه فقط بهتون بگم که مهمونی خیلی خوب گذشت و مرسی از اینکه ویدیومو نگاه کردین. خیلی مواظب خودتون باشین و تا یه ویدیوی دیگه. بای.